خب بریم صحبت کنیم با دومی مهمان ما. حالا بازارم تا الان شروع نشده، با جناب آقای مهدی محمود رباتی، مدیر عامل و رئیس محترم هیئت مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران، یکی از کارگزاران خوب و در کارگزاران بی حاشیه یا بگم با کم حاشیه بازار سرمایه ایران، و نظر ایشون رو راجع به این اتفاقات دیروز اون اقتصاددان و نامه و این رشد بورس بپرسیم. سلام، صبح بخیر آقای رباتی، خیلی ممنون که امروز صبح با ما هستید و دعوت ما رو پذیرفتید. خب جناب آقای رباتی، دیروز 25 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی نگران اقتصاد ایران شدند و نامه ای رو به دولت و ریاست محترم در واقع بانک مرکزی نوشتن و گفتن آقا این رشد بورس باعث ایجاد تورم شده، باعث ایجاد برهم خوردگی در بازارها شده، باعث افزایش قیمت دلار شده و یک سری راهکارها هم دادن که تو راهکارهاشون افزایش نرخ سود سپرده بانکی هم به چشم می‌خورد. نظر شما چیه؟ چرا بازار سرمایه تو سال 99 رشد کرد؟ آیا بازار سرمایه در این زمینه متهم یا قربانی؟ با شما هستیم. بله، به نام خدا، صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و همه همراهان گرامی بورسان. عرضم به حضورتون که ببینید، نام این که منتشر شده بود رو خب بنده مطالعه کردم. یک قسمت هاییش خب قابل بررسیه، بالاخره توصیه های سیاستی شده که میشه بهش توجه داشت، ولی خب یک قسمت هاییش به نظرم با واقعیت کمی همخوانی نداره و اونجاها مبهم هست از نظر سیاستی و از نظر کارشناسی که استدلالی که پشت اون در واقع نامه و اون بندها بوده چی هست. ببینید، استدلال کلی که الان داره در بازار مطرح میشه در توسط مخالفین رشد بازار یا کسایی که به قول فرمایش شما نگران هستند در خصوص رشدی که داره در بازار انجام میشه، این هستش که رشد بسیار قابل توجه بورس در واقع باعث شده که نرخ بازده انتظاری همه فعالین اقتصادی یا همون وک در حوزه های مختلف من جمله بازار ملک، بازار طلا و ارز بالا بره و همچنین با این نرخ بازدهی انتظاری قطعا هیچ کس به سمت تولید نمیره. ولی این استدلال غلطی هستش، چون که ببینید بازده انتظاری در واقع معید مترتب بر مسائل زیادی هست و بازده انتظاری در واقع چیزی نیستش که فقط به خاطر رشد یک بازار ایجاد بشه. بازده انتظاری برگرفته از تورم انتظاری هست که فعالین اقتصادی و مردم در واقع انتظار دارن، برگرفته از چشمنداز پول ملی ما هست، برگرفته از سیاست های اقتصاد کلان هست. فلذا این که ما بخوایم بیایم بگیم رشد بازار سرمایه سبب رشد بازارهای دیگه و به هم خوردگی اقتصادی میشه، به نظرم این استدلال ناقصی هست و شواهد و بیانه های زیادی وجود داره مبنی بر این که این استدلال خدشه پذیره. و در خصوص بحث نرخ بهره هم که اشاره کردید، در این خصوص هم همینطور، یعنی این سیاست هم مخالفین و موافقین متعددی داره. مخالفین معتقد هستند که از یک طرف اگر که ما بیاییم نرخ بهره رو زیاد کنیم، در واقع نقض قرض هست، دوباره موتور تولید نقدینگی در سیستم بانکی کشور روشن میشه و این منجر به این میشه که ما مجددا با یک فاصله زمانی در آینده نزدیک تورم قابل ملاحظه‌ای مجددا داشته باشیم در اقتصاد کشور. ولی خب عده‌ای هم معتقد هستن که وقتی که ما تورم 40-50% واقعی داریم، در این وضعیت نرخ بهره نباید منفی باشه، نرخ بهره واقعی، چون هم در واقع نرخ بهره واقعی ما منفی هستش دیگه. وقتی شما تورم 40 داری و نرخ بهره 20% یا 15% هست، این نرخ بهره منفیه و این با این سیاست پولی باعث میشه که
کل شبه پول کشور به پول تبدیل بشه و وارد چرخه اقتصادی بشه و این افزایش سرعت گردش پول طبق همون فرمول معروف فیشر سبب تورم فزاینده و به هم خوردگی بازارها خواهد شد. ولی ببینید در کل جناب تهانی، من به نظرم تمام اینها معلول هستند. یعنی ببینید اقتصاد ایران دچار یک بیماری مزمن و طولانی مدت هست در حوزه های مختلف که ریشه اون هم در کسری بودجه، اقتصاد وابسته به نفت و بی‌انضباطی مالی و پولی اقتصادی هست که این اون وقت میاد خودش رو به این اشکال در اقتصاد ما نشون میده با سقوط ریال، با افزایش تورم و مسائلی از این دست مثل افزایش نرخ بهره و مسائل دیگه. یعنی که ما بخوایم بیایم یک بازار رو متهم بکنیم که تو باعث شدی تورم در بازارهای دیگه ایجاد بشه، اینها صرفا نگاه های تکنیکی به موضوع هست و قطع و یقین ریشه مشکلات و این وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی و تورمی که متاسفانه در کشور داریم مشاهده میکنیم مسائل جدیتری هستش که حالا فکر میکنم مجالش تو این برنامه نباشه. رباتی، از ابتدای سال تا الان بازار به یک بار مورد توجه قرار گرفت. چرا این اتفاق افتاد؟ اصلا چرا ما بازارمون ابتدای سال، کشورمون مثل همه جای دنیا کرونا بود، رکود اقتصادی بود، به یک باره در فروردین ماه یک پول هوشمندی اومد تو این بازار و به اقتصادی که به نظر میرسید سایه هایی از رکود رو داخلش داره به خاطر اون مسائل کرونا، یک دفعه بازار سرمایهش مورد توجه قرار گرفت. نکته ای که این دوستان اقتصاددان دارن و به نظر من درسته اینه که فکر میکنن این بازار با یک حمایتی به اینجا رسیده. آیا این اتفاق درست؟ یعنی اینکه واقعا تریگر افزایش این شاخص‌ها در بازار سرمایه اقتصادی نبوده و بیشتر حمایتی بوده؟ بله، سوال بسیار به جایی پرسیدید. ببینید به هیچ عنوان اینجوری نیستش. ما اگر خاطرتون باشه، حالا قدیمی طرف‌های بازار، خود شمایی که بالاخره دوره‌های رونق و رکود زیادی رو در بازار مشاهده کردید، ما دوره های بسیار زیادی رو در بورس داشتیم که بورس در حال ریزش بوده و دولت میخواسته ازش حمایت کنه نتونسته، و دوره های خیلی زیادی هم بوده که دولت میخواسته جلوی رشد رو بگیره بازم نتونسته. فلزا این که ما بخوایم بیایم اینجوری تقلیل گرایانه به موضوع نگاه بکنیم و این وضعیت رو به ارتباطش بدیم صرفا به اینکه چون سیاست دولت این بوده بازار رشد کرده، بله ببینید دولت نقش بسیار پررنگی داشت در رشد سال 99 بازار و اواسط 98 به بعد، ولی اون دلیلش حمایت نبود. اون دلیلش تغییر نوع نگاه حاکمیت به بورس بود، یعنی فراتر از دولت، و حاکمیت به این جنبندی رسید که تنها بازاری که شاید بتونه اقتصاد کشور رو نجات بده و تأمین مالی رو برای ادامه حیات بنگاه های اقتصادی فراهم بکنه بورس هستش. فلذا برای اولین بار دولت شروع کرد به اقدامات عملی در حمایت از بازار، چیزی که ما تا به حال شاهد نبودیم. این موضوع سبب شد که بازار یک رشدی بیشتر از حد انتظار همه کارشناسان درش رخ بده، و به همین دلیل هم بسیاری از کارشناسان قدیمی بازار از این رشد جا موندن. خیلی از پورتفوهای شرکت‌های حقوقی که دست این افراد اداره می‌شد از این رشد جا مونده، به دلیل اینکه این مدل رشد بازار به هیچ عنوان قابل پیشبینی نبود. اما این رشد چرا رخ داد؟ ببینید ما اگر یک نگاه تاریخی به بازار سرمایه داشته باشیم، سقف PBS بازار ما همیشه یه چیزی حول و حوش بین 2 تا 2.5 بوده، ولی ما الان PBS بازارمون به حدود 9 داره میرسه که در واقع 4.5 برابر سقف تاریخی خودش هست. این اتفاق چرا رخ داده؟ ببینید ما در 40 سال گذشته یک پدیده‌ای در اقتصاد ایران داشتیم که
اولا شرکت های ما به دلیل موانع قانونی نمیتونستن دارایی های خودشون و ارزش بازار خودشون رو با تورم وفق بدن و این تورم سالها همینجور در صورتهای مالی اینها انباشته شده بود و دارایی هاشون به ارزش دفتری محاسبه میشد، در صورتی که شما در بقیه بازارها خب شاهد این بودید که مثل طلا، مثل ملک، اینا مداوما در 40 سال گذشته خودشون رو با تورم اجاست میکردن، ولی خب این اتفاق در بورس نمیافتاد. یه اتفاقی که در 2 سال گذشته افتاد، بحث اون حمایت‌های عملی دولت که میگم، بحث در واقع تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود، مساعدت‌های قانونی که روی این موضوع صورت گرفت، که این موضوع باعث شد که یک فضایی فراهم بشه که شرکت‌ها بتونن اون تورم انباشت شده در صورت‌های مالی خودشون رو متبلور بکنن، که همین امر باعث شد ما دچار یک تغییر و تحولی در وضعیت حرکتی بازار باشیم که برای همه ناشناخته بودش و این وضعیتی که امروز شاهدش هستیم به وجود بیاد. در کنار این موضوع من دلیل اصلی رو این میدونم، یعنی یک زمینه‌ای به وجود اومد که برای اولین بار بازار سرمایه ما بتونه خودش رو با تورم 40 سال گذشته تطبیق بده، کمان که خب ما میدونیم دیگه، مثلا ما بازار ملکمون توی 40 سال گذشته همواره پی بی ایش بین هولوش 30 تا 40 بوده، ولی میانگین پی بی ای بورس حدود 5 و 6 بوده همیشه و الان بازار بورس هم داره خودش شبیه بازار ملک میکنه. یعنی اگر این فضا به وجود بیاد که شرکت ها مداومن بتونن با تجدید ارزیابی دارایی هاشون خودشون رو با تورم تطبیق بدن، شما مطمئن باشید که پی بی ای بازار بورس ما هم میاد روی میانگین بین 20 تا 25 قرار میگیره و همواره رو اون عدد دیگه تثبیت خواهد شد. در کنار این موضوع بحث حاکمیتی که فرمودید شما و بالاخره چشمانداز تورمی که اقتصاد کشور داره، رشد قابل توجه پایه پولی که یه بخشی از اون رشد هم ناشی از همون کرونا بود که شما اشاره کردید، مجموعه این عوامل باعث شد که ما یک 5-6 ماه متفاوتی رو در بازار سرمایه سپری کنیم که برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود. درسته. جناب آقای رباطی، الان این قطار ورود پول به بازار سرمایه و همچنین رشد قیمت‌ها داره زوزه کشان و با سرعت بالایی میره. هر چقدر سرعت داره بالا میره، شتاب داره بیشتر میشه، وزن حرکتی هم داره به همین ترتیب و متوقف کردنش داره سخت‌تر میشه. ته این ماجرا چیه؟ یعنی اینکه این بورسی که هر روز داره 5 میخوره، به قول شما خیلی از قدیمی‌ترهای بازار، بنیادیدکارا یا حتی هر کسی که بهتر سابقه بازار رو داشته زودتر خالی کرده و نشسته کنار و الان داره بازار رو نگاه میکنه. ته این ماجرا چی هستش؟ من دارم فکر میکنم که این دوستان اقتصاددانمون به هر حال شاید بیراه نباشه نگرانیشون. آیا شما ته این ماجرا رو میتونید به نوعی مدل بکنید، حداقل راجبش فکر کردید؟ بله، ببینید، نگرانی در بازارهای مالی که امری کاملا طبیعیه. ببینید، بالاخره بازارهای مالی در تمام دنیا، مختص بورس ایران هم نیست، هر کس اندک آشنایی با این بازارها داشته باشه میدونه که رفتار این بازارها یک رفتار سینوسیه. یعنی این بازارها نه همواره یک روند رو به رشد بخواهند داشت و نه دائما یک روند رو به افول بخواهند داشت. قطع و یقین این روند سعودی هم که بازار ما توش قرار داره یه روزی به پایان میرسه، شکی توی این نیستش، ولی در خصوص اینکه ما آدرس های غلط بدیم برای کنترل این بازار یا در واقع بیایم به راه حل هایی دست بزنیم که خودشون وضعیتی بدتر از وضعیت موجود رو برای ما ایجاد میکنن، من اشارم به اون موضوع بود. ولی قطعا تمام کسایی که نگران اقتصاد کشور هستند و به فکر توسعه بازار سرمایه هستند، قطع و یقین بالاخره نگران این هستند که یک حبابی در بازار تشکیل بشه و این حباب بترکه و بالاخره افرادی متضرر بشن یا ساید افکت های اقتصادی اجتماعی داشته باشه در کشور. ولی خب ببینید، هیچ کشوری در دنیا هیچ وقت نمیاد به خاطر اینکه بازارش داره رشد میکنه،
و حباب داره تو اون بازار تشکیل میشه و یک روزی ممکنه این حباب بترکه، شروع بکنه به تخریب بورس. ببینید الان مثلا ما آقای تهانی تو آمریکا چند ساله که روند صعودی داریم در وال استریت، شاید یه چیزی حول و حوش 5-6 سال هست که وال استریت در یک آپترند قوی هست و تمامی تحلیلگرانی که در هر عددی برای داو و برای S&P اصلاح رو پیش بینی می‌کردن، همشون تحلیلاشون غلط در اومد و روند پرقدرت رو به رشد بازار آمریکا ادامه داده. و خب خیلی هم اونجا معتقدن که وال استریت هم حباب خیلی بزرگی الان داره و یک روز میترکه، ولی خب به هر حال واقعیت بازاره، یعنی هیچ کس با روند بازار نمیتونه بجنگه و این بسیار اشتباهه. یعنی این دید متاسفانه دهه‌هاست در اقتصاد ما حاکمه. ما این رو در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادیمون می‌بینیم که همه فکر می‌کنن که بازار گوش به فرمان اونهاست و با یک نگاه بالا به پایین می‌خوان به بازار دستور بدن که تو این کار رو بکن، در صورتی که بازار در تمامی اقتصادها رئیس هست. بازار در واقع مارکت ایز باس اصطلاحی که هستش و بازار هستش که برای بقیه تعیین میکنه که باید چی کار بکنن. و خب ما الان این وضعیت آپترند هم در بورسمون وجود داره. از یه زوایایی بله، بعضی صنایع ممکنه حباب باشن، بعضی ها نباشن، ممکنه بعضی ها تحلیل کنن کل بورس حبابه، ولی با این واقعیت نمیشه جنگید که بالاخره این واقعیت الان بازار هست. و ضمن این که شما یه چیز هم در نظر داشته باشید، اگر حباب توی این بازار تشکیل بشه بسیار بهتر از اینه که حباب بخواد در بازارهایی تشکیل بشه که روی سفره مردم تاثیر مستقیم داره. جناب آقای رباطی، انتظار داشتیم در این بازار سرمایه دولت بیشتر سهام بفروشه، یعنی انتظاری که خیلی از حالا فعالای بازار که شغلشون این هستش داشتن که دولت بیاد و درصد شناور سهام رو بالا ببره، ولی دولت این کار رو نکرد و خیلی در واقع با احتیاط شروع کرد به فروش سهام در این بازار و معلوم نیست دقیقاً برنامه‌اش برای این موضوع چی هستش. و از این ور بازارگردان‌های ضعیفی در این بازار داریم. وقتی صحبت از یک بازار با 50 میلیون سهامدار می‌کنیم و این گونه روش انتظار داشتیم که بازارگردان ها هم در صعود بازار و هم در نزول بازار بیشتر کنار بازار باشن، آیا در این زمینه جایی کار بیشتری در بازار سرمایه داریم یا در همین حد کفایت میکنه حضور دولت و بازارگردان هایی که احتمالاً خیلی هاشون هم وابسته به دولت هستن؟ ببینید دکتر، شما بسیار نکته درستی بود. یکی از اون سیاست هایی که میشه پیشنهاد کرد به دولت برای در واقع جلوگیری از حباب، افزایش دپس مارکت یا همون عمق بازار هستش. و این عمق بازار چجوری افزایش پیدا میکنه؟ از دو مسیر، یکی آی پی او شرکت ها که تسریع و تسهیل بشه و یکی هم فروش شرکت هایی که دولت سهامدارشون هست یا شرکت های شبه دولتی سهامدارشون هستن و فری فلوت این شرکت ها رو ما بالا ببریم و سهام شناورشون رو افزایش بدیم. این یک راه حل اصولی هست برای عمق بخشی به بازار و جلوگیری از تشکیل حباب در بازار سرمایه. درست صحبتتون. ببینید دولت تا جایی که من اطلاع دارم واقعا قویاً به دنبال این موضوع هست که دارایی‌هاش رو به بازار بیاره، شناور رو بالا ببره. بالاخره ما شاهد بودیم که شرکت شستایی که تو همه دولت ها اشاره می شد که قرار ارز اولیه بشه بالاخره ارز اولیه شد. شاهد بودیم که بالاخره خیلی شرکت ها به بازار اومدن. ولی ببینید بالاخره این از بدی های و نقصان های فضای دولتی هستش و کسی اگه تو این فضا کار کرده باشه میدونه که یک تصمیم وقتی بخواد گرفته بشه چه میزان بالاخره بوروکراسی باید طی بشه، مجوزها باید طی بشه، ملاحظات باید طی بشه. ولی تا جایی که من میدونم دولت این برنامه رو داره. تا الان هم بالاخره سهام زیادی رو از طریق سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های وابسته به اون و شرکت‌های دیگه دولتی مثل پالایش و پخش فروش داشته، فروش رو انجام داده و برنامه هم داره که این بالا بردن فری فلوت و سهام شناور رو به طور جد
ادامه بده و این یه راهکار اصولی هست. یعنی خود ما هم تو جلساتی که بوده بالاخره تا جایی که میتونستیم این راهکار رو پیشنهاد دادیم که دولت هرچه سریعتر امکان بالا رفتن شناوری سهام تحت مالکیت خودش رو ایجاد بکنه. خیلی ممنون آقای رباطی از اینکه امروز صبح با ما بودید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و ما هم در واقع نظرات شما مطلع شدیم. انشاءالله روز خوبی داشته باشید و براتون ایام رو به سلامتی آرزومندم. خدا نگهدار. منم ممنونم از شما. خدا نگهدار. خداحافظ شما. خب گفتگو کردم با جناب آقای مهدی محمود رباطی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره محترم کارگزاری بورس بیمه ایران، که صحبت‌های ایشون رو راجع به اقتصاد شنیدید. به نظر من صحبت‌های درستی بود. یادمون نره اقتصاد یک رفتار و بر اساس اصول انسانی بنا شده. به تعداد انسان‌های کره زمین تز اقتصادی وجود داره. بعضیا صداشون بلندتر، فن بیان بهتری دارن و ما فکر می‌کنیم که احتمالاً تز اقتصادی اونا بهتره، ولی بعضیا تو عمل خیلی سریع هستن، حرف نمیزنن اما تو عمل میبینید که دارایی هاشون داره بیشتر میشه و پیروانشون از اونها خوشحال تر هستن. لذا باید حواسمون باشه که دنبال کسانی که حرف میزنن بریم یا دنبال کسانی که عمل میکنن بریم. اگر اقتصاد دنیا ساخته شده به خاطر حرفشون نبوده، به خاطر عملشون بوده که در اقتصاد داشتن. در همه اقتصادهای پیشرفته دنیا سیاستگزاران در مورد قیمت ها نظر نمیدن، بلکه ساکت میشینن، اعمال سیاست میکنن، بازار قیمت ها رو درست میکنه. اگر جنسی گرون هستش میان تعرفه گمرکی براش درست میکنن و با تعرفه‌های گمرکی تولید رو. در حال حاضر اقتصاد ایران که به درستی امسال سال جهش تولید به نظر من نامگذاری شده و فقط ما شرکت‌ها رو متاسفانه در سربرگ هاشون این عنوان رو داریم میبینیم، به هر حال این اتفاقات تحریم باعث شده که ما خیلی تولید داخلمون بتونه فرصت پیشرفت پیدا کنه، لوازم خانگی با کیفیت داخلی و خیلی از چیزای با کیفیت داخلی. اینکه فقط بشینیم یه گوشه و بدبین باشیم و غر بزنیم به اقتصاد و بخوایم یه کسانی از مسئولین بیان و زیر بغل ما رو بگیرن، نباید این گونه باشه. تک تکمون در هر جایگاهی که هستیم باید بهترین خودمون در این روزها باشیم، حرفمون رو بزنیم و در مورد حرفمون عمل هم بکنیم و همش هم در راستای این هستش که در این کشور داریم زندگی میکنیم. این کشور هتل نیست که هر وقت دوست داشتیم ترکش کنیم و باید کمک کنیم تا انشالله همگی با همین کشور به بهترین وضع ممکنش بره و بهترین مدلش هم پاسخگو کردن مسئولان اقتصادی کشور ما.